Thank you.
نه مرد بذاری تنظیه من حسین رو تبدیل کنن فخر و زمان تو هم مثل من خوابت نمیبره میخوام بخوابم اما نمیتونم کجا داری میری دختر جان؟ میرم به بایرون بگم اتومبیل حاضر کن. این بی وقت شبی میخوای کفش و کلاه کنی کجا؟ تو خیابونای سرد شب شما باید بشهنده که از شهر این کوبوس و خلاص شد از کابوس های ما مشترکه شما بیایی امه خانم بله چرا حکومت تعزیه خونه رو قدغن کرد آدم ها هرچه نوکیسه تر بی اصل و ریشه در کسی مثل این قصاب چکم پوش از اونجایی که فاقد گذشته اجدادی افتخار آمیزیه لاعلاج همه افته های خودش رو در ریشه کن کردن آداب و سنن قدیم و دلخوش کردن میمونوار به آینده ماهوم میبینه که هیچ پیوندی با گذشته نداره و آصفا که این میان تنی از دوله ها و از سلطنه تحصیل کرده فامیل ما نیست به اسم تجدد خواهی با او هم قدم و هم رای شدن کسانی که از جبروت اجدادی خیلی ذره ارث نبردن میدونی چرا دخترم؟ چون اغلبشون خون یک دستی ندارن خمیرشون از قجره درست اما تنورشون علاهده است یا کنیزادن یا فرزند مادرانی که زنان غیر قجره بودن در حرم خانه سلطان حکمان برای همینه که شما به آمد و شد با این گروه از افراد فامیل رغبت چندانی ندارین
اما فراموش نکنین که نفوذ کم و بیش همین ها در مصادر حکومتی جلوگیر هر زد و زخمی به میراث اجدادی ما شد. اما مانع از این هم نشد که کماف سابق خواستگارهایی به سراغ تو بیان که جملگی نخواهان تو، که شیفته ی ارث و میراث پدری تو هستن. یک نمونش همین سرهنگ دورمنش که به حکمی نامعلوم چراغ عمرش خاموش شد. راستش تو بیشتر اوقات اخیر فکری این معنا بودم که چه کسی و به چه انگیزه‌ای سرهنگو به قتل رسونده و چرا یک به یک خواستگارای قبلی دفعتاً غیبشون زده. اونها غیبشون زد چون حکمان پی رد پیشنهاد مراسم قهوه قجری خجالت میکشیدند خودی نشان بدن. و اما در مورد سرهنگ دورمنش، یادت هست چند روز پیش این سرمفتش تامیناتی مبرز چی میگفت؟ ممکنه پای خواستگار رقیبی در میان باشه، یکی که مایل نیست دست احدی به تو برسه. یه همچه احتمالی فقط آشفتگی های منو بیشتر میکنه. پس چرا خودشو نشون نمیده؟ شاید این کارو کرده باشه. مثلا این آخری اسمش چی بود؟ حیدر. بهش نمیاد جنم این قسم جسارت ها رو داشته باشه. یا شاید یکی از اون قبلی ها که به قول خودت دفعتن غیبشون زده. یعنی ممکنه تو این دنیا غیر از شما کس دیگه ای وجود داشته باشه که منو فقط برای خودم بخواد؟ بارون بند اومده، بهتره کمی قدم بزنیم. یه گوشه این دیگه احتار بایرون. روی چشم شاهزاده خانم. مردهایی از جنس این زمان برای به دست آوردن یک زن ممکنه به افعال جور و جوری متوسل بشن، تا حدی که دیگه برای تردیدی باقی نمیمونه که این همون شاهزاده سوار بر اسبیه که انتظارشو میکشیدی. اما درست در لحظه ای که فکرشو نمی کنی، ناگهان متوجه میشی همه ی اون چیزهایی که برای ما زنها از جنس عشق و عاطفه و زندگیه، برای اونها یک مش الفاظ پوچ و تو خالیه که هیچ باوری بهش ندارن. میفهمی دختر جان؟ معلومه که میفهمم امی جان، اما دلم میخواد تو همه مردها یک مرد رو از این قاعده مستثنا کنی. اون یک نفر کیه؟ حیدر آقای تزیه خون. تو اون روز جهنمی که کابوس یک عمرم شد، شما در ایران نبودین تا با چشمای خودتون ببینید اون مرد شجاع چطور با فدا کردن جون خودش زندگی منو نجات داد. نه، نبودم. شوهر منو با خودش به سفر فرنگ برده بود، مردی که حالا از پی گذر سالها باز هم از زبون آوردن اسمش چندشم میشه. اون مرد تزیه خان هم شاید از سر خودخواهی دست به فداکاری زده. با خودش فکر کرده اگر فردا در افواه عموم چاپیچه بیفته که فلانی جونشو ورداشته و فرار کرده و گذاشته دختر 12 ساله رو بکشن، مردم چه لیچارها که بارش نخواهند کرد. عمو جون منو ببخش دختر جون، اما باور کن که مردها رفتار و اعمالشون پیچیده تر از اونیه که نشون. اگه جنس خودخواهی همه مردا از جنس خودخواهی حیدر آقای تزیه خون بود، شما رو نمیدونم، اما من یکی دیگه مشکلی با جنس مذکر نداشتم.
اون خدا بیامرز خودش رو به خاطر من فنا کرد و این بزرگترین فعلیه که انسانی در حق انسان دیگه میتونه انجام بده. اما همه خواستگاران رجزخانی تو حتی حاضر نشدن به پیشنهاد مراسم قهوه قجری برای چند دقیقه فکر کنند. جوری رم کردند که انگار زیر دم اسبی آتیش روشن کرده باشد. از این راه گذر اقلش هر هر کرکر تمسخوری تو خونه سرد و خاموش به لبامو نشست. راستش همه جان بدم نمیاد در مورد این خواستگار آخری هم. این یکی فرق میکنه فخر و سمن. قبلی ها اقلش اسم و رسمی داشتند، اما این جوانک رعیت ناچیز حتی شایستگی اونو نداره که در مراسم قهوه قجری شرکت کنه. برای این یکی نقشه دیگه ای تو سرم دارم. کافیه شما موافقت کنین و گردش این نوبه بازی تازه رو بسپرین دست برادر زادتون. باش، اگر این بازی تازه برای تو سرگرم کننده است، حکمان برای من هم خالی از تفریح نیست. حالا نقشت چی هست؟ چند وقت به شروع ماه محرم مونده؟ چی پس سرته؟ تون کوتاه بیاین بچه ها. پیدر تافیه ها خالدونش پاتیل غم و شما جوجه قوقولی ها منتره چه انتری شدی. اگه غم بینوایی شما هم ور قلوم بیده، برین تو گوش صاحب اون زری ناله دل سر کنین که حیدر کله پا هم خلوت نشین این گوشه خونه شد. حیدر حیدری حیدر حیدر حیدری حیدر خیلی آقایی حیدر مسلم داریم حیدر خبر خوش داریم حیدر حال ناخوش داریم حیدر. لعنت بر شیطون، آخه عروسی ننه منه یا ختن سرون با بزرگ شما؟ خبر نوبرونه اوسا، آب حیا، چشمه کوثر، نجون ماده زنده کن اوستا. میگه چه شقبال قمری شده کعب الاخبار یا نه؟ فخر الزمان خانوم. فخر الزمان خانوم چی؟ راننده شد آقا واحد اما امروز صبح فرستاده بود در خونتون و از مرزی خانوم صداق پسر خنده اصلش گرفته بود. با این بگو که خانوم مایل آخیده رو ملاقات کنم. خیلی نوچرتا. نوکه داره دمون بابا چه داره دمون سا یا کسه بی کسه بود. آج کرده بود اینه که قبر مقتی کرد گذاشت که به دست ما بیانیم خدمت شما. صفای مرام تا رو عشق هست. چطوری؟ از شاتون
ماشالله 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 بس درد به امید حق بسم الله در عجبم با اون همه درشتی که اون روز از من شنیدید چطور باز جرأت اومدن کردی؟ تا پس مونه دیروز هی در سرش به را بود و دلش به جا برای خواهش هلک و هلوکی میکرد دلش خورس بود وقتش برسه دست رو هر دختری بذاره نه نمیگه که دفعه کسی پیدا شد و همچین کوبون پس کلم که دیگه نه قراری موند و نه غروری تشنم کرد و آب و سپرد دست یزید حالا هم پی بنده نوازی شما اومدم عرض کنم خشکی نکن با من تشنه موکل آب فرات گوش فخر و زمان دختر ماین و سلطنه ماکویی پر از این قسم شیرین زبانی هایی که هیجانات ناپایدار و زود گذره تا نشانه یک عاطفه عمیق و پایدار کم نهیدم آدمایی که با حرفای تلخی که به زبون میارن فقط میخوان زخمای روحشون رو پنهون کنن شما هم کلومت هنزله اما نگاهت یه حرفای دیگه میزنه اشتباه میکنید آقا تا زمانی که یک زن مایل نباشه هیچ مردی نمیتونه از عمق نگاه اون زن متوجه مافی ضمیرش بشه سلام عرض کنم در عجبم که این مدعی از گرد راه رسیده چگونه بی توجه به مرتبه مادون خودش جسارت خواستگاری از یک شاهزاده قجری رو به خودش راه داده خب شاید واسه خاطر اینه که طرفتون از خودش خیلی خیال مطمئنه خیال مطمئن از چی؟ این که وجودشو داره دختر این خونه رو خوشبخت کنه نکنه با مختصر مال و منالی که داری میخوایی ید بیزا کنی جوان مال و منال که چرک کف دسته گوهر دل عاشق و عشقه که مرگ نهره نمیشه در سفره چاشته یه شاهزاده خانم قجری به جای مائده های رنگ و بارنگ کلام عشق و محبت گذاشت پیوند زدن با بزرگان بیمای فطیره و عذابش کم از عذاب جهنم نیست وقتی پای عشق در میون باشه آش خانم همه راه به بهش ختم میشه نقلی نیست کاسه شکست و آبی ریخته بنا به خواست برادرزادم این افتخار به شما داده میشه که بخت خودتو در این چهار سوق پهلوان زنجیر پاره کن محک بزنی پذیرش پیشنهاد ازدواج شما از جانب برادرزاده من منوط به قبول شرطی از جانب شماست من میدونم اون شرط چیه اینم میدونم که قبولش یه جور حماقت و دیوانگیه حماقت و دیوانگی در زمانی سرشار از نیرنگ و ریا تنها محکمه‌ای که میشه با اون عیار خلوص مدعیان عاشقی رو سنجید حق با شماست فتوای قمارباز و قمارباز باز بده عشقم یه جور قماره عاشق دل سوختم ترسی از قمار نهره فرصت بدین چند خط وصیت نامه بنویسم بعدش قهوه رو بیارین برگزاری مراسم قهوه قجری علی رسم به سنت
در شأن خواستگارانی که از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار باشند. از اون جایی که تو یه رعیت زاده ای، به خواست برادر زادم پیش شرط دیگه ای برای تو در نظر گرفته شده. اون پیش شرط چیه؟ فخر زمان نظری داره که موعد برآورده شدنش 10 شب اول محرم. چه نظری؟ باید در 10 شب اول ماه محرم عهده‌دار اجرای تعزیه در ملأ عام باشی. تعزیه؟ اون هم تو ملأ عام؟ مگه شما نمیدونین حکومت تعزیه رو قدغن کرده؟ چرا؟ مستحسری؟ خب پس چطور انتظار دارید یکی و یالگوز تعزیه را بندازن؟ اونم 10 شب. میدونید تعزیه خون میخواد، اونم برای هر مجلس اقل 6-7 نفر. حالا من یکی رو خدا زده پس کلمو دلی دیوونه برادرزاده شما کرده، دیگرون چه گناهی کردن که بخوان نقش آجان منو بگیر و بازی کنن؟ این دیگه مشکل شماست آقا. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه. اگر مایل به قبول این شرط نیستین، میتونین اینجا رو برای همیشه ترک کنید و هیچ وقت پشت سرتون رو نگاه نکنید. اما اگر شرط رو میپذیرید و اقدام به انجامش میکنید، باید کتباً تمام مسئولیت رو به عهده بگیرید. برای اعلام نظر نهایی تا آخرین هفته فرصت دارید. فخرالزمان. بله. به چی فکر میکنی؟ به اون مرد حیدر. اون اولین کسیه که پیشنهاد مراسم قهوه قجر رو پذیرفت. تردیدی ندارم که بلوف میزد. کافی بود فنجان قهوه حاوی سم کشنده رو در برابرش بذاریم. اون وقت می دیدی که با چه ترس و وحشتی پا پس می کشید.
البته پیشنهاد سنگینی که تو بهش کردی کم از پیشنهاد قهوه قجری نبود. حتم دارم که ناتوان و شرمنده از پذیرش این شرط دیگه هیچ وقت پاشتونی خونه نمیذاره. یه پیروزی دیگه. درسته؟ البته آدم ها از جهت پیدا کردن انگیزه برای ادامه زندگی نیازمند معنایی هستن. بازی لذت بخشی خاصه وقتی که این مردان متبختر و پرمدعا با غروری لگدمال شده این خونه رو ترک میکنن. صبر. علیکه سلام. ننه جونه ننه آقای خدا بیامرزم خیلی دوست داشت یکی یه دونه آسمون جلش مثل خودش تعزیه خون بشه نه؟ خب آره ولی این آرزو مال وقتی بود که دستگاه هنو تعزیه رو قدغن نکرده بود. اگه بخوام تو همین محرم که در پیشه آرزویم خدا بیامرز و برآورده کنم تو که نمیگی نه. تو خونه منی بچه، هر کی رو رنگ کنی تیغت به من نمیبره. تو جنمت هم نمیبینم که بخوای باسه بابای خدا بیامرزت قدم نظری ورداری. چی تو کلته ای در؟ به ما نمیاد اهل خیر و ثواب باشی؟ بعد چرا محرم های پارسال پیارسال فکر همچی ثوابی نبودی؟ نکنه حکم تازه حاکم دلتو مرگ مفاجات؟ ای با ننه آدم یه کله که با تو حرف میزنه ماشالله ماشالله صد کله براش بهره طویل میخونی. امرو تو اون خراب شده ای اما بهترون چه پرده ای تو گوشت خوندن که ویر درد سر تازه افتاده به جونت؟ اصلا چه دخلی به اون داره؟ پسرت عشقش کشیده ده شب محرم و تعزیه بگیره همینو خلاص. عشق این دختره گیس بریده بد جوری کورت کرده هیدر، جوری که چاله چوله های دو قدم اون برترت هم نمیبینی. تو رو حرزت عباس ولمون کن. صاحب محرم پنج بسته شم و صد تا صلوات نظرت، خودت به خیر بگذرو. بیزن کمی کس رو افتی که سوال هست.
هرچی بلاست برای دلهای مبتلی قسمت بعضی هم اینه که از صفحه اوست کریم قدیه هل بوک هم نصیبشون میشه. ما هم که قضا قردکی بار خوردیم. غم مرگ برادر و برادر مرده میکنه، نه هیدر یکی. راسته که میگم ماتم زاده رو حاجت هیچ نوحه گری نی، اما دلم میخواد باورت بشه لوتی. پیدر تو فیها خالدون تو خوب میفهم. ایشالله هرچی خاکمونه بقای عمر خانده هاشش بشه. بارگوشو تقویم که همیشه رو گاو نمیگرده آقا، صبر خدا تموم شه دیوان این عشقی هم یه شبه کنفیکون میشه جونت. خدا از دهنه بشنفه لوتی، خیلی دوست دارم زنده باشم اون روز ببینم. از احوالات خودت بگو، بالاخره کسب و کار دختره رضایت دادن یا نه؟ ای بابا، نقل عشق و عاشقی نقل سقاپیه که اومد و نیومد داره. قربی را نگفتم عاشقی و هزار مصیبت. عاشقی و هزار مصیبت. چند هفته آزگار و روستانده رو دکونه بسته و نشسته کنج خونه، نه خواب داره نه خوراک، مدام پلپل قد مجگونش خش میریزه و جیگر صاب مرده ما رو به سیخ میکشه. روستای منم که بعد روستای تو نداده آقایش، من کلی مدت کادش افتاده دست یه الف ده که حکم حکم اونه بلاغه. میگه اگه میشه این دوتا رو یه جه از این حال زار زینیشون در بیاریم خیلی خوب بودا. یه فکر خوب به ذهنم رسیده. ما گنده بکای ایفنون هر تیر و ترفندی داشتیم انداختیم اشت. اون وقت از تو جوجه یه روزه چه کاری برد؟ آقایش من حالا قد یه قود دادن آب دهم کتا بیا داداش، ببینیم چه گودی میخواد سرمون بزنه. عطفتو بزن. میگم اگه میشد امشب یه نفس کشی بساط تورنوازی را بندازه سر هر دوتاشون یه جوری گرم میشد. فکر خیالشون هم شده برای چند ساعتی کم میشد. بعدم نمیگه ها. بفرمایید. راحت باش. خبر تازه چی داری؟ همونطور که دستور فرموده بودیم به دفتر کار مرحوم شاپور تاج مرام در وزارت خارجه رفتم و ضمن ارائه مجوز وسایل شخصی مقتول رو سرجام داخل این کیسه ریختم و آوردم. قرار بود سری هم به خونه مقتول بزنی سروان؟ رفتم قربان، ساکنان خانه به یلاق رفته بودن. میبینی سربان، زنده ها چه زود مرده های خودشون رو فراموش میکنن؟ خب این قانون زندگی قربان. البته اما درکش کمی مشکله، درست مثل درک آشکارترین واقعیت زندگی انسان، یعنی مرگ. استاد چون اون عزیزی از دست رفتت این تنا کفن کردی حشمت ببیره گوی ما پاسوخدارا زمین ننداز. پار بدک نمیگه اوسا. ای بابا دل ما دریای قمه و شما هم انگار وقت بهتری برای شنوگری گیر نیاوردین. یه امشبید و دل به دلمون بده دوتی، بلکم زیر سایه تغییر ذائقه شما ما هم از این حال مکسی بیدون بیای.
خوش انصافا خورشید دم غروبی که آفتاب صلات ظهر نمیشه. دل یاورم سردتر از اونه که تو کش و کش ترنوازی گرم میشه. شما یه چیزی بگو آقای در. والا اگه نظر چاکرتو بخوای بچه ها پر بدکم نمیگن، کمش هر دومون این حال انکر و منکر در میگن. گوین که نظر نظر شماست. علی علی اوسا غلامت هم هی بابا نوکرت هم یا علی یا علی کمال علی، شرم و حیای فاطمه زهرا، حسن حسن و شهامت حسین، عبادت سید و ساجدی، وفای ابوالفضل، صبر و شکیبایی زینب کبرا و به رخسار نورانی ابا صالح المهدی امام زمان صلوات. قبلی جوری زور برم کنی که دست مریضاد اهل قهوه خونه کام تلختو یه کمی شیرین کنه. سرت سلامت لوتی. غم مرگ برادر و تیزاب بریزی روش از دل کندنی نیست، چه برسه به این که تو فش و فش و هنهن تو رو بازی فراموشش کن. یه چیز دیگه آقای در، خوش ندارم ترحمی تو کارشم. تو شعن یه لوتینی فکرشم از سرت بیرون کن. جرزنی تو برد همون اندازه برای مرد افتاره که جرزنی تو باخ. علی علی یا علی از لعل می نوشم سخن مستانه می گویم ولی خوشیار سروان ماینی؟ بله قربان. میخوام همین فردا چند مجوز تهیه کنی جهت وارسی از محل کار و منازل دیگر مقتولی. از دفترچه خاطرات و تقویم روزشمار گرفته تا عکس‌های خانوادگی، دست‌نوشته‌های احتمالی و هر شیء قابل ملاحظه دیگر، همه رو جمع‌آوری می‌کنی و با خودت به اداره می‌آری. طبیعیه که اشیاء جمع‌آوری شده پس از تحقیق و تتبع کافی
به بازماندگان مقتولین عودت داده خواهد شد. بسیار خوب. خیلی سالاری آقای دربی تورنوک کرده شما حاکمی یا علی مدد. حکم اعلام کن آقای در، هر چند تا ضرب شلاق که حکم کنی نوش جونا. ای بابا، مگه ما مردیم آقا؟ بر خودمون جراتو میکشیم. خفه آدم تنها خورا به خونکم از گلوش پایین نمیره، الا به این که غمخوری زیاده ملس باشه. داغ ناسور کف پا شاید علاج داغ دلم باشه. پس چرا معطلی لوتی؟ جلات حاضر، شلاق حاضر، حکم جار بزن تا همه بشنفن. خوش دارم حکم تورنا رو فقط در گوش خودت امضا کنم. هرچه از دوست رسد نیکوست. این ریختیشم قبولت دارم. عشق هست. حکمت این حکم چیه؟ پای یه نظر در میانه، بیشتر اینم نپرس. این به طرف یه شیطنت اون دفعه منه نه؟ میتونی حکم قبول نکنی لوتی. حیدرم انقدر خاطر رفیقشو میخواد که شطور دیدی ندیدی. گفتم که از ترحم خوشم نمیاد، فقط یکی دو روزی وقت فکر کردم بهم بده. پنهانی
تو تنها